با شما هستم. امروز آقای علی آقازاده مهمان ما هستند، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان، و افغانستان هم تانست که جایزه بهترین فدراسیون مشتاق فوتبال آسیا را به دست بیاره. بله. بعد در نخست برای تمام کسایی که در این عرصه کار کردن، در عرصه ورزش کار کردن و رؤسای تمام فدراسیون ها و بخصوص فدراسیون فوتبال افغانستان، ای جایزه بزرگ و ای افتخار بزرگ از صمیم قلب تبریک میگم. علی آقازاده سلام، صبحتان بخیر، تبریک باشه. سلام، صبح شما بخیر. کتمتو خبرهای خوش همیشه بیه. تشکر. ما در نخست افتخار به مردم عزیز افغانستان، به تمام فوتبالرای عزیز افغانستان، در تیم ملی، تیم فوتسال، تیم فوتبال ساحلی، بانوان عزیز، کودکان عزیز که فوتبال میکنن، تمامی دستاندرکارانی که در سرتاسر افغانستان بخاطر رشد فوتبال زحمت میکشن، و بخصوص به ژورنالیست‌های عزیز که همیشه مشوق اصلی ما بودن و تبلیغات اصلی فوتبال ایشان انجام میتن، تبریک میگم. همین خوشی را که وقتی در زمانی که در کنج لب ما احساس کردی، مطمئن باش که تمام هموطنهای ما با این خبر خوشتان خوش میشن و لبخند میزنن. مسابقه برنامه در تایلند برگزار شده بود. برنامه در شهر بانکوک تایلند. خب روز چهارشنبه مراسم بود فکر میکنم، و از روند شامل شدن افغانستان به این انتخابات بگوین که چطور ما کاندید شدیم در اطور یک مسابقه و تانستیم که این عنوان به دست بیاریم. خب یک داستان طولانی داره. سال 1922 یک افغانستان تاسیس فوتبال افغانستان است که 4 سال بعد 100 ساله میشه. و بعد از جنگ‌های داخلی فوتبال افغانستان و تمامی زیرسازهای فوتبال در افغانستان از بین رفت متاسفانه، و فوتبال افغانستان به صورت مسلکی از سال 2002-2003 به بعد دانستیم که فوتبال افغانستان دوباره روی کار بیه، و شکوفایی فوتبال افغانستان تقریبا بیش از 5 الی 6 سالی است که در افغانستان صورت گرفته. سال 2011 و 2012 و شروع لیگ برتر فوتبال افغانستان که توجه عظیم سرمایه گذاری و شرکت های بزرگ و فوتبال افغانستان صورت گرفت، و فوتبال افغانستان تانست که روز به روز بتانه نتایج خوبی را داشته باشه. قهرمانی جنوب آسیا تانست که توجه مردم را بیشتر جلب بسازه. چند مدالی را که تقدیری که فوتبال افغانستان تانسته که از سوی فدراسیون فوتبال جهانی آسیایی دریافت بکنه، سال 2013 به من حیث یکی از بهترین فدراسیون هایی که به صورت جوان مردانه فوتبال را انکشاف میده و بازی میکنه، در بین 211 کشور در سال 2013 ای کار انجام شد. در سال 2015 من حیث یکی از بهترین فدراسیون هایی که در بخش فراهمسازی فوتبال و فوتبال در بخش نونهالان و کودکان در افغانستان یا در آسیا انتخاب شد، و خوشبختانه امسال هم من حیث یکی از فدراسیون هایی که به اصطلاح ما چون یک نام عجیبی داره اسپایرینگ، چند تعبیر میتونیم بکنیم بوره، میتونیم جا طلب بگیم، میتونیم مشتاق بگیم، یعنی فوتبال افغانستان قرار است که جایگاه خود در بین فدراسیون فوتبال جهان بگیره. یعنی فوتبال افغانستان فدراسیون فوتبال یا فدراسیونی نیست که 7 سال پیش مثلا در مقابل هر تیمی قرار می گرفت، حساب نمی شد، یک بازی تشریفاتی حساب می کردن. اما حال هر کسی که قرار است با فوتبال افغانستان مواجه شود یا مقابل شود، مجبور است که با تدبیر داخل شود. اگر تدبیر نداشته باشد حتما بازی را عدس می ده. پیشرفت های خیلی خوبی داشته ما در عرصه‌های مختلف، فوتبال، فوتبال ساحلی، فوتسال، فروشت فوتبال بانوان، فوتبال نونهالان، در بخش ظرفیت سازی و ایژوکیشن پلتفرمی که فدراسیون فوتبال افغانستان تهیه کرده، تمامی ایا میتونه که دقیقاً و ای امو لحظه هست که جایزه نصیب افغانستان میشه، و 47 کشور هم جز از کشورهایی بودن که نامزد این مراسم بودن، که در جایزه هم در 3 بخش مانده شده بود که در بخش افغانستان که تانستن در بخش مشتاق یا یکی از فدراسیون های پرتلاش جایزه را از آن خود بکنه. خب یک چیزی که بسیار برای ما مهم است و فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیایی هم همیشه ایره مد نظر دارن، ما کار تیمی را همیشه الگو قرار دادیم، یعنی هم در داخل میدان هم در بیرون از میدان در داخل فدراسیون، هر جایی که از کار تیمی برای ما اولویت داره، بدون در نظر داشته رنگ، سمت، زبان، یک موضوع بسیار مهمی است برای فدراسیون فوتبال افغانستان، و این نشان دهنده یک تیم ورک بسیار خوبی است، و این همیشه ما موفق بودیم در این کار، و
شاید هم یک سمبول خوبی باشه به خاطر پیشرفت فوتبال، پیشرفت افغانستان. اگر افغانستان هم بتونه که همدیگر پذیر باشن به صورت تیمی مشترک به خاطر خانه خود به خاطر افغانستان کار بکنیم، من مطمئن هستم که افغانستان هم بتونه که به یک جای خوب برسه و این وظیفه تمامی دستردارکنان فوتبال است. ما به خاطر همی هستیم، نیاز به تشکری خیر ببینی هم نداریم، به خاطر که اگر کسی خانه خود جور بکنه خب کسی نمیاد بگه خانه ته جور کردی خیر ببینی. خب این وطن خود ما است، ما نیاز داریم، کلی نیاز داره، تمام هموطنای ما مجبور هستیم که به خاطر خاک ما زحمت بکشیم تا یک زمانی باشه که چندین سال بعد ما هم افتخار بکنیم جمله کشورهایی باشیم که مثل کشورهای دیگه‌ای که هستند در دنیا ما هم زحمت کشیدن و ما هم در این راستا زحمت. خب کسب این لقب چقدر میتونه که ما را کمک کنه بر سالهای آینده به خاطر اشتراک در مجموعه های بزرگتر از این؟ خب فوتبال افغانستان حالا دیگه فوتبال نمایشی دیگه نیست، حضور فوتبال افغانستان دیگه مهم نیست، ما باید نتیجه بگیریم. این زمانی که فوتبال افغانستان اگر در این بازی ها حضور بکنه برای ما حضور داشته باشه مهم است. این زمان دیگه خلاص شد، فوتبال افغانستان با تدبیر دیگه پیش میره، ما نتیجه دیگه روی نتیجه کار میکنیم در تمام رشته‌ای که ما حضور داریم و برنامه‌ای که فدراسیون فوتبال افغانستان تا سال 2023 روی کار داره، ما باور دارم که انشالله در چند سال بعدی ما من حیث شاید بهترین فدراسیونی که در آسیا فعالیت داشته باشه خواهد داشتیم، چون ظرفیت سازی که فدراسیون فوتبال روی کار داره من فکر نمیکنم خوبترین کشور همسایه این کار را داشته باشن، چون کار ما سر همراهشان هست، سر کار داریم همراهشان. رشد فوتبال افغانستان واقعا یک رشد قابل توجهی است. دقیقا فدراسیون فوتبال افغانستان تلاش دارد تا برای دریافت جایزه درجه سوم مربیگری، میخوایم کمی هم در این رابطه روشنی بندازین برای هموطنان ما کمیل از بیننده هست. خب ما تقریبا در حال حاضر دو نفر از کارمند یا همکارای ما در کشور تاجیکستان حضور دارن، سند مدرسین FC را میگیرن و دیگه نیازی نیست به مدرسین خارجی که در افغانستان تدریس بکنن و از لحاظ تدریس لایسنس C مرفوع میشیم و میتونیم که سرتاسری برنامه را در افغانستان اجرا بکنیم و سال بعد ما تعداد مربیای لایسنس A که داره میره به دو چند خواهد رساندیم و کوشش ما این است که مربیا را یک پلتفرم جدیدی به نام پرو دیپلوما که است بالاترین سطح لایسنس آسیا سو را داخل بسازیم. در کنار از یک بعضی تغییراتی است در لیگ برتر افغانستان با همکاری تمامی همکارای رسمی لیگ صورت خواهد گرفت. لیگ فوتسال افغانستان کابل هم شروع شده، لیگ فوتسال هم شروع میشه، بازی دوستانه هم در راه است در روز نوروز انشالله، یک جام چهار جانبه فوتسال هم در راه است با کشورهای مختلف در کابل. جناب علی آقازاده میخوایم که از این صحبت بکنیم، لیگ برتر افغانستان با شعار یک ملت و یک صدا ختم شد و امروز هم لیگ 19 سال ما است، میخوایم که پیرامون از این صحبت بکنیم. خب لیگ برتر افغانستان همونطور که براتون گفتم یک دریچه بود که فوتبال افغانستان تونست ترقی بکند، گفته عامیانه به دخل تک افتید تا بتونه که رشد در حرکت بکنه. در کنار از این سایر لیگای ما هست سرمایه گذاری صورت گرفته، ما نه تنها لیگ 19 سال 18 سال داریم، ما لیگ 12 سال 14 سال 16 سال و 18 سال داریم که برای ما برگزار میشه و لیگ فوتسال هم حالا به صورت زنده لایف بر اولین بار در افغانستان پیگیری میشه که فوتسال افغانستان هم میتونه که به زودترین فرصت یک مدال بزرگی رو برای افغانستان کمایی بکنه. ما با این باور هستیم و در مجموع با این باور هستیم که فوتبال میتونه که اتحاد پذیری رو بیاره، فوتبال میتونه اقوام مختلف یک جای بسازه، فوتبال میتونه که یک پایه مستحکم صلح باشه، به خاطر که ما دیدیم بدون از اینکه کسی توجهی بکنه که با کدام بک‌گراندی که هست بک‌گراندی که داره علاقه مند است به یک میدان فوتبال بکنه، برایش مهم نیست که آیا کسی بوده بندی بوده یا هر بک‌گراندی که داشته. به این باور هستیم فوتبال میتونه که یک تمثیل کننده وحدت ملی و یک تمثیل کننده خوب تیم ورک باشه، یک کار گروهی باشه. افغانستان به تنهایی من نمیتونم جورش بکنم، شما هم نمیتونین جورش بکنین، نسل بعدی هم به تنهایی نمیتونه جورش بکنه. خب نسلی که فعلا وجود داره باید قبول بکنن، با کسایی که در افغانستان هست باید قبول بکنیم که ما دست به دست یک دیگه اگر نتیم افغانستان همی که هست خواهد بود، تغییری هم وجود نداره. امیدوار هستیم که دست به دست هم بتیم به خاطر آبادی افغانستان تلاش بکنیم. سپاسگزار هستیم. علی آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان، لطف کردین تشریف آوردین. همطور که آقای آقازاده هم گفتن شما میتونین که فوتسال مسابقات فوتسال از شبکه لمر از ساعت 9 تماشا کنین به گونه زنده. وقفه میگیریم و پس از وقفه با شما هستیم.